سلام دوستان وقتتون بخیر خسته نباشید من پیمانم از چنل انگلیش ادیکشن تو این درس گرامر بسیار مهم خیلی مهم یکی از مهمترین درس این کتابه میخوایم بررسی بکنیم گرامر کد و حالا کد هفت که در آخرشه یعنی کد خیلی بحث میشه راجبش که گذشته است آینده است حاله کیه ما نمیدونیم خب شما باید این چند درسی که تو این کتاب راجع به گفته رو باید بخونیم با هم و یاد بگیریم که کود کجا استفاده میشه این درسی که اصلی این تقریبا مین پوینت و قضیه رو ما تو اینجا یاد میگیریم خب قبل از اینکه بریم توی درس و کامل یادش بگیریم پایین ویدیو چند رو سابسکرایب کنید دکمه قرمز رو بزنید و زنگوله کناریش هم بزنید و حتما ویدیو رو لایک بکنید مرسی بریم وارد درس بشیم یونیت 27 بسیار مهم could do و could have done ما گفتیم توی درس گذشته could گاهی گذشته کنه گاهی همیشه نه sometimes could is the past of can که یا معمولا فعل های دیدن شنیدن لمس کردن بویدن این حواسه چنگانه ما و دو تا فعل understand و remember دانستن و به یاد آوردن اینها معمولا با could با could اگه بیاد معنی گذشته میده listen i can hear something یعنی Uh, گوش بده من میتونم این چیزی بشنوم can hear چون از hear استفاده کردیم اینجا از کن وقتی میاریم براش یعنی زمان حال و اگه could بیاریم میشه زمان گذشته چون از اون افعاله که معمولا گذشته میشه با could هست I listened گوش دادم I could hear something could اینجا could معنی گذشته میده میتونستم بشنوم ولی could همیشه گذشته کن نه nee, sometimes it's the past of can. We also use could for possible actions now or in the future, especially to make suggestions. این خیلی مهمه. وقتی میخوایم مثلا یه پیشنهاد بدیم. مثلا میتونیم فلان کار بکنیم. میتونیم شب بریم سینما. تو میتونی بری پیش سارا بمونی. میتونی می فلان کار بکنی. این چیزا معمولا با could میاد. پیشنهاد یه چیزی دارن یا ممکن بودن یک اکشن مثلا What shall we do tonight? گرامر shall رو و will رو اگه نهیدین الان میاد بالا برین ببینین shall اینجا معنی پیشنهاد چیه است پیشنهاد پیشنهاد چیه؟ پیشنهاد چی؟ امشب چی? چیکار کنیم؟ What shall we do tonight? بعد جواب میده We could go to the cinema Can هم اینجوری این حالت ها میشه تو این قسمت A این پاراگراف سفیدی اینجا هم میشه از can استفاده کرد ولی کن اینجا مطمئن تره یعنی مثلا کد لس شوره تا گفته خود کتاب یعنی احتمالی تره کد اوکی okay. میتونیم بریم سینما when you go to paris next month you could stay with sarah you could stay with sarah اینجا کد گفته میتونه کد بگه و معنی گذشته نده اینجا میگه وقتی ماه بعد بری پاریس میتونی پیش سارا بمونی خب یعنی اینکه سجیشن دارم میدم میتونی این کار رو بکنی اینجا از کود میتونیم استفاده کنیم جواب میده yes I suppose I could آره گمونم بتونم که جوابش دوباره با کود آورده و معنی من گذشته نمیده can هم تو این حالت ها possible هست و معنی مثلا we can go to the cinema هم داریم ولی could less sure اطمینانش پایین تره قسمت بی این خیلی مهمه ببینین یه سری چیزها هستن که واقعی نیستن unrealisticن not realisticن مثلا من خیلی خستم میتونم یه هفته بخوابم این فرایند واقعی نیست شما نمیتونید یه هفته بخوابین ولی میتونین جملهشو بگین جملهشو اگه بخوام بگین دیگه از can استفاده نمی کن استفاده نمیکنین چون کن ریالیستیک تره ریالیستیک حالت واقعی داره ولی کد اینجا حالت انتظاری رو تو ذهنمون داره میتونم یه هفته بخوابم I'm so tired I could sleep for a week میتونم یه هفته بخوابم چون خوابیدن یک هفته غیر واقعیه میتونیم باید از کد استفاده کنیم کن ممنوعه ها من کن رو براتون اصلا خط بزنم خطش میزنم مثلا کن نمیتونیم بگیم حالا اینجا و کد رو مقایسه بکنیم اولی یه فرایند واقعی realistic I can stay with Sarah when I go to Paris وقتی رفتم پاریس میتونم پیش سارا بمونم Possible actions و making suggestions قسمت A مثال بعدی Maybe I could stay with Sarah when I go to Paris ببین اینجا از کود استفاده کرده کن هم اگه بگی کن یکم ش... اتنیناش بیشتره ولی اینجا گفته Maybe شاید ما گفتیم کود is less sure پس بنابراین وقتی اینجا گفته شاید ما اون کود uh, رو استفاده میکنم که احتمالش پایین تره Maybe I could stay with Sarah when I go to Paris شاید بتونم پیش سارا بمونم وقتی که برم پاریس as possible هست ولی less sure مثال بعدی This is a wonderful place I could stay here forever یعنی yani, اینجا ف... محیط یک جای عالیه فوق العاده است من برای همیشه میتونم اینجا بمونم خب این نات ریلستیکه آن واقعی نیست که شما نمیتونید یه جا بمونید یعنی مثلا بگیم uh, نمیتونید بگین I can sit here all day شما نمیتونید یه جا بشینین کل روز باید بگین I could sit here all day اینجوری دیگه چون فرایندتون غیر واقعیه باید از کد استفاده کنید یادتون باشه خب قسمت C کد و نات کن برای چیز چیزی که ممکنه چیزی که احتمالش وجود داره در حال آینده مثلا ببینید کن یه حالت جنرال داره مثلا تو این ساختار اگه بگین مثلا هوا میتونه توی کوها تغییر بکنه به سرعت که مثال خود کتاب این یه چیز جنراله یه فکته خب ولی اگه بگین هوا الان خوبه ولی هر لحظه ممکنه تغییر کنه اینجا دیگه از کد میگی کد میگی چون یه چیز پاسیبل هست ولی اون هوا توی کوهات اکثرا به سرعت تغییر میکنه یه چیز جنراله میتونه تغییر کنه یه چیزی که فکت و واقعیته و پاسیبلیتی خاصی نداره یک چیز جنرال واقعیه ولی اینجا که گفتی هوا الان خوبه هر لحظه ممکنه تغییر کنه این یه احتماله که دارین شما در زمان حال آینده پیش بینی می‌کنین پس را از کد استفاده می‌کنین دو تا مثال دیگه بریم the story could be true but i don't think it is میگه داستان میتونه واقعی بشه اگه بگین story can be true اشتباهه story can be true نگیم چون یه چیزی میخوایم possible بگیم ولی فکر نکنم درست باشه میتونه درست باشه احتمالش هست پس اینجا از کد استفاده مثال بعدی I don't know what time Lisa is coming نمیدونم که لیسا میاد چه زمانی میاد She could get here any, at any time میتونه هر موقعی اینجا برسه هر لحظه ممکنه اینجا برسه Possible actions She can get here یه معنی کاملا متفاوت داره اونو نگید وقتی میخواید اینجا احتمال بگیم ممکن هر لحظه ممکنه اصلا به زنتون اومد Could okay. این هم همون مثالی که گفتم The weather can change very quickly in the mountains که گفته جنرال هوا ممکنه تو کوه ها به سرعت تغییر بکنه general جنرال فکت از کن دومی the weather is nice now now ببینید now رو هم براتون علامت بزنم الان عالی هوا but it could change later ولی میتونه تغییر بکنه اوکی okay. بعدن بعدا این possible هست not in general این کلی نیست حالا همین چیزهایی که اینجا به کد گفتیم که به زمان حال و آینده است نه اون قبلی ها که کد هیرو و کد سی بود که مال گذشته بود درس قبلی هم بررسی کردیم همین چیزهایی که الان یاد گرفتیم اگه بخوایم گذشتهش بکنیم خب اینجا دیگه کد رو چه کار بکنیم کد که دیگه گذشته تر نداره خودش به عنوان گذشته کن مثلا فعل کن پستش میشه کد که حالا اینجا معنی زمان حال میده چجوری این کد رو ما گذشته کنیم یه راه داره کود have یه have میذارین فعلش رو میکنین شکل سوم پس پارتیسیپل دو باشه میکنین دان سی باشه میکنین سین و کلا فعل با قاعده باشه میک. ایدی می‌ذاریم بی قاعده که باید حفظ کنیم که تای جدول هست جدول آخر که حالا راجع به گذشته واسه میگم کود هاف و شکل سوم فعل خیلی خستم میتونم یه هفته بخوابم خیلی خسته بودم میتونستم یه هفته بخوابم ببینید این اینجا هست همون کودی که زمان حال بود استفاده کردیم حالا میخوایم همین جمله رو ببریم گذشته و از همون کود استفاده کنیم چون کن نمیشه I was so tired خیلی خسته بودم میتونستم یه هفته بخوابم I could have شکل سوم اسلیپ میشه slept for a week میتونستم یک هفته بخوابم I could have slept for a week This the situation is bad, but it could be worse. شرایط بده میتونه بدتر باشه. It could be worse. این یه احتمال دیگه possibility پس با could میگیم. حالا شرایط بد بود میتونست بدتر باشه. The situation was bad. It could have been worse. Could have been. B شکل سومش been. میتونست بدتر باشه خیلی خوب اینم از این حالا بچه ها یه چیزی که میتونست اتفاق بیفته ولی اتفاق نیفتادم با همین ساختار میاد could have happened میتونست اتفاق happen شکل سامش میشه happened چون فعل قاعده داره با قاعدت regular id میگیره شکل سامش یعنی yani was possible but did not happen اینو you با know, could have پس participle میگیم چرا تو هتل موندی میتونستی پیش من بمونی ولی نموندی تو رفتی تو هتل موندی میتونستی بیا پیش من بمونی ولی نموندی این چیزا رو میگیم could have you could have stayed with me میتونستی پیش من بمونی but you didn't ولی نموندی دیوید was lucky دیوید خوش شانس بود he could have hurt himself when he fell but he's all right. میگه he's all right. الان خوبه میتونست خودش به خودش آسیب بزنه چون افتاد وقتی افتاد He could have hurt Hurt هم شکل سومش باز میشه hurt شکل سادهش هم میشه hurt این هم از این ساختار که خیلی این هم مهمه خب اینجا راجع به این که من حالا توانایی کاری رو ندارم و اصلا برای ممکن نیست با I couldn't بگیم این تا الان راجع به could و could have صحبت کنیم حالا خواهیم couldn't رو با, منفی ساختار منفی بررسی کنیم I couldn't do something یعنی it wouldn't be possible for me برای ممکن نیست I couldn't live in a big city I'd hate it نمیتونم تو شهر بزرگ زندگی کنم اگه این کار بکنم ازش متع... I would hate it این I would گرامرش رو در سه آینده برسی میکنیم اینم خیلی بسیار مهمه فعلا در این حد بدونید یه خورده حالت خیال داره اینجا نمیتونم برام ممکن نیست اینجا معنی ای couldn't گذشته نیست یعنی برام ممکن نیست که توی شهر بزرگ زندگی کنم It wouldn't be possible for me Everything is fine right now Things couldn't be better اینجا یعنی همه چی الان اوکیه هیچ مشکلی نیست و از این بهتر نمیشه شرایط Things اینجا یعنی شرایط Things couldn't be better یعنی شرایط ممکن نیست بهتر از این بشه از این بهتر نمیشه پس این هم از گرامر couldn't حالا برای گذشتهش میگیم couldn't have couldn't have یعنی ممکن نبود okay. we had a really good holiday تعطیلات خیلی خوبی داشتیم it couldn't have been شکل سوم better couldn't have been یادتون باشه شکل سوم have هم وسطش میانیم که بره گذشته نمیتونست بهتر از اون باشه خیلی خوب پس it couldn't be better زمان حاله نمیتونه بهتر از این باشه It couldn't have been better. نمیتونست بهتر از این باشه در گذشته. و بچه ها couldn't do دو تا معنی داره خب. یکیشو که الان بررسی کردیم که این که برای من ممکن نیست. I wouldn't be able. Uh, it wouldn't be possible for me. I couldn't run 10 kilometers now. I'm not fit enough. من به اندازه کافی حالا فیتنسم نیستم. نمیتونم ده کیلومتر بدوم. این اینو که الان بررسی کردیم. یکیش هم معنی گذشته میده. I couldn't. در معنی گذشته یعنی من موفق نشدم I wasn't able نتونستم I couldn't run, uh, run yesterday because I'd hurt my leg اینجا I'd hurt I would hurt نیست I had hurt چون hurt شکل سومه با had میتونه بیاد had hurt یعنی uh, پام شکسته بود معمولاً okay. معمولا برای آسیب دیدم مثلا یه نفر پاش میشکنه تو فارسی میگه پاش شکست ولی تو انگلیسی معمولا میگن She broke her leg. خودش پاشو شکن. اینجوری میگن. به تو فارسی میگیم پاش شکست. اونا معمولا خود طرف رو مقصر میذارن. She broke her leg. Okay. یا برای hurt هم اینطور. She hurt herself. Uh, بس همین I couldn't run yesterday و uh, I couldn't run 10 kilometers دو تا که گذشته یکی هم زمان حال هستش مرسی که دونی درس همراه بودین تمریناش خیلی مهمه حتما حل بکنید باز هم توی درس‌های های بعدی زیاد با این قضیه برخورد میکنیم هی hey, اینو مرور میکنیم قشنگ جا میفته براتون پس حتما اگر ویدیو رو لایک نکنی همین الان ویدیو رو لایک بکنید و بگین که چطور بود اگه مشکلی توی این قضیه تو این درس دارین تو کامنت ها بنویسین توی تمرین ها مشکلی دارین تو کامنت ها بنویسین و اینکه مرسی که همراه بودین تا جلسه بعدی میبینمتون